به نام خدا و بارز سلام. به تازه ترین رویدات های خبری بلخ و شمال افغانستان خوش آمدید. امروز دوشنبه 30 جدی سال 1398 خورشیدی است. در آغاز سرخط خبرها. افزایش علاقمندی بانوان بر رانندگی در شهر مزار شریف. تا اکنون بیشتر از 300 تن از دختر و خانم ها تحت آموزش قواعد مقررات ترافیکی قرار گرفته. گفتمان زنان شمال در شهر مزار در مورد فرصت ها و چالش ها. ما در ولایت های درجه 3 هنوز این مسئله را با خود نداریم و در قسمت خود تطبیق و گایده قطعنامه کارهای صورت میگیره که جلسه امروز هم به خاطر همین است. و افزایش حاصلات روغن زغر در ولایت بلخ. مشروع خبرها. دفتر امور زنان سازمان ملل در بلخ یک گفتمان را برای آگاهی دهی از حقوق و امتیازات زنان با حضور بانوان فعال از ولایت‌های شمال کشور در شهر مزار شریف راه‌اندازی کرده است. مسئولان در این نهاد میگویند 30% سهمی که برای بانوان در نهادهای مختلف حکومتی مشخص شده است تاکنون برای بانوان داده نشده است. از سوی هم شماری از بانوان که از ولایت‌های شمال کشور در این نشست شرکت کردند از نبود فرصت‌های شغلی و آموزشی در ولایت‌هایشان سخن می‌زنند. بانوانی که با مشکلات زیاد امنیتی از ولایت‌های مختلف کشور برای بیان چالش‌ها و مشکلاتشان اینجا به مزار شریف آمدند. این نشست از سوی یونما برای آگاهی دهی از حقوق امتیازات و ارزش هایی که برای زنان در قانون اساسی کشور و قطعنامه 1325 مشخص شده راه اندازی شده است. برگزار کنندگان این گفتمان از عدم حضور زنان در نهادهای دولتی در بخش های از کشور نگرانی کرده میگویند از سهم 30% که برای زنان در ادارات حکومتی مشخص شده است زنان محروم هستند. قرار ما 30% خانم ها در سطوح رهبری در تمام ولایت داشته باشیم که متاسفانه ما در ولایت های درجه 3 هنوز این مسئله را با خود نداریم و در قسمت خود تطبیق و گایده قطعنامه کارهای صورت میگیره که جلسه امروز هم به خاطر همین است. از سوی هم بانوان فعالی که از 6 ولایت شمال کشور به این نشست آمدند با آنکه از توانایی های زنان در این ولایت سخن میزنند اما از نبود فرصت های شغلی برای زنان شکایت میکنند. حضور زنان خیلی زیاد کمرنگ هست و در حدود 2 ریاست تحت خانم ها رهبری و مدیریت میشه. بر علاوه از او حتی ارگان هایی که باید در او ارگان ها خانم ها بیشتر نقش داشته باشن او ارگان ها از طرف مرد ها رهبری و مدیریت میشه. خواهش مهمی است که یکم آگاهیدیشان بیشتر بکنن و آگاهیدی در مورد هزی که دختر خانم ها هم میتونن در بیرو کار بکنن در قبال مردان استاشون. قسمه که پشت هر مرد موفق دست یک زن موفق هست. در ولایتی که با زندگی میکنم در جوزجان حضور زنان در جامعه بسیار کم است. این ناکم بودنشان به این علت است که در جوزجان همین هنگیزی مساوی بودن حقوق زنان و مردان وجود ندارد. هرچند جهت حمایت و فراهم سازی فرصت های بهتر آموزشی و شغلی برای زنان در کشور تلاش های زیادی از سوی نهادهای مختلف دولتی و خصوصی صورت گرفته است اما این بانوان تاکید می کنند که هنوز هم زنان در بخش های از کشور با مشکلات جدی مواجه هستند. علاقمندی بانوان برای آموزش قوانین ترافیکی و رانندگی در شهر مزار شریف بیشتر شده است. مسئولان در مدیریت ترافیک بلخ میگویند از شروع سال تا کنون بیش از 300 تن از بانوان جواز رانندگی دریافت کردند. رئیس امور زنان ولایت بلخ میگوید تا کنون صدها بانو از سوی این ریاست برای آموزش قوانین رانندگی و دریافت جواز رانندگی به مدیریت ترافیک بلخ معرفی شده است. جواد مرادیان با جزئیات بیشتر. بانوانی که در شهر مزار شریف پس از آموزش قوانین ترافیکی و رانندگی حالا جواز دریافت کردند. در ولایت بلخ از شروع سال تا کنون بیش از 300 بانو جواز رانندگی دریافت کردند و در این دور برای 40 تن از بانوان از سوی مدیریت ترافیک بلخ جواز رانندگی توزیع می شود. از آغاز سال 1398 تا اکنون بیشتر از 300 تن از دختر و خانم ها تحت آموزش قواعد مقررات ترافیکی قرار گرفته و در حدود بیشتر از 180 تنشان برشان لایسنس توزیع شده.
برنامه‌های آموزشی رانندگی برای بانوان در بلخ با همکاری ریاست امور زنان این ولایت صورت می‌گیرد. رئیس امور زنان ولایت بلخ می‌گوید علاقمندی بانوان برای آموزش قوانین رانندگی برای دریافت جواز رانندگی بیشتر شده است. به تعداد 44 نفر امروز فارغ شدند از کورس کوتاه مدتی که بودک و ساحه عملی اینا هم کار کردند. قرار است از زمانی که این پلان ای تصمیم ریاست امور زنان همراه با نهاد امروز و فردای درخشان و به همکاری مدیریت ترافیک آغاز کرده تقریبا در حدود 3000 دختر خانم لایسنس گرفتند. بانوان که اجازه نامه رانندگی دریافت کردند می گویند حالا می توانند به راحتی بدون نیاز به کس خود رانندگی کنند. این بانوان می گویند برنامه های آموزشی اینچنینی می تواند در افزایش حضور زنان برای رانندگی در اجتماع مؤثر باشد. ما از این فرصت ها استفاده کنیم تا ای که ما به وقت زمان و وظیفه خود برسیم و بار دوش همین جامعه نشیم یا شوهرای ما یا پدر و مادر و برادرای ما همراه ما به تکلیف نباشن و خود ما بتانیم متکی به خود باشیم. این یک حس خیلی عالی است که وقتی که همکارای ما رانندگی میکنن ما خیلی راحت استیم و ما میخواهیم از تمام دیگر همکاران ما دیگر اختر خانم ما که این حس تجربه کنن و خودکفا شوند و کورس رانندگی رو بیاموزن. در فامیل مثلا موتر داشتیم اما کس نبود که ما رو جای برسونن. از خاطر از اون ما نمیتونستیم آن تایم در درس خود برسیم یا ای که در جایی که میخواستیم برسیم، اما حالا میتونیم با همون امکاناتی که داریم به زودترین وقت با یادگیری و همچنان فراگیری از این برنامه ما میتونیم به این یعنی توانایی را پیدا کنیم. ریاست امور زنان ولایت بلخ می گوید از آغاز روند معرفی زنان برای یادگیری رانندگی و قوانین آن تا کنون صدها تن از بانوان جواز رانندگی دریافت کردند. رئیس امور زنان ولایت بلخ می گوید به دلیل مساعد بودن محیط رانندگی برای زنان در شهر مزار شریف، علاقمندی آنان به گذشت هر روز برای دریافت جواز رانندگی در حال افزایش است. حالا هم نگاه زودگذر داریم به چند رویداد مهم دیگر. عامل قتل 6 عضو یک خانواده در فاریاب کشته شد. محمد حنیف رضایی سخنگوی قلوردی 209 شاهین میگوید روز گذشته عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی اندخوی اجرا شده است. با گفته آقای رضایی در این عملیات ملا ابراهیم مشهور به حقیار با یک تن از افرادش کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. او تاکید کرد که حقیار مسئول مستقیم و عامل اصلی قتل 6 عضو یک خانواده در ولسوالی اندخوی بود. این در حالی است که روز گذشته 6 عضو یک خانواده که به شمول زنان، کودکان و مردان توسط حقیار و افرادش تیرباران شده بود. افزایش چشمگیر در میزان حاصلات کنجد و زغر در ولایت بلخ. مسئولان ریاست زراعت ولایت بلخ از افزایش میزان حاصلات کنجد و زغر در این ولایت خبر می‌دهند. با گفته آنها در میزان حاصلات کنجد 46 درصد و در میزان حاصلات زغر 28 درصد افزایش به وجود آمده است. زبی الله زوبین عامل زراعت ولایت بلخ میگوید زغر و کنجد از جمله نباتات ارزشمند تیلی در این ولایت میباشد. دولت چین در راستای مبارزه با آلودگی محیط زیست استفاده از پلاستیک یک بار مصرف را تا 5 سال دیگر به طور کامل ممنوع می کند. دولت چین اعلام کرده است که مصرف خریطه های پلاستیکی تجزیه ناپذیر تا پایان امسال در شهرهای بزرگ ممنوع خواهد شد و کاربرد آن در دیگر نقاط کشور تا 2 سال دیگر به طور کامل متوقف می شود. دولت چین در راستای مبارزه با آلودگی محیط زیست استفاده از پلاستیک یک بار مصرف را تا 5 سال دیگر به طور کامل ممنوع می کند و قرار است این برنامه تا پایان سال جاری در شهرهای بزرگ و تا 2 سال دیگر در نقاط دیگر کشور عملی شود. گزارش ها می رساند که فروشندگان سبزیجات تازه تا سال 2025 از این ممنوعیت مستثنا خواهند بود. به اساس گزارش های نشر شده چین با جمعیت 1.4 میلیارد نفر با معضل دفع زباله دست و پنجه نرم می کند که در سال 2017 میلادی 215 میلیون تن زباله خانگی جمع‌آوری شده بود. میزان زباله پلاستیکی تولید شده در چین
در سال 2010 حدود 60 میلیون تن بود که بیشتر از تولید این نوع زباله در آمریکا است. تازه ترین رویدادهای ورزشی با حمید رضا بلخی. تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتسال زیر 19 سال بانوان افغانستان در کابل پیگیری می شود. فدراسیون فوتبال در خبرنامه ای اعلام کرده است این تیم برای حضور در نخستین دور این رقابت ها تمریناتش را همه روزه در کابل پیگیری می کند. تمرینات تیم ملی فوتسال زیر 19 سال بانوان کشور به دلیل بازسازی جمنازیوم فدراسیون فوتبال در سالن 2000 نفری اداره تربیت بدنی کشور برگزار می شود. قرار است نخستین دور رقابت های فوتسال زیر 19 سال مرکز آسیا از تاریخ 4 تا 9 دل در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار گردد. کاتالان ها در اولین بازی استین به عنوان سرمربی و پیروزی رسیدند. دو تیم فوتبال بارسلونا و گرانادا در هفته 20 رقابت های لالیگای اسپانیا برابر هم زور آزمایی کردند که در نهایت این دیدار با برتری 1-0 بارسا به فرجام رسید. نیمه اول این دیدار با حملات متوالی و مالکیت توپ 81% بارسا همراه بود، ولی گلی از خط دروازه ها نگذشت و دو تیم امید به نیمه مربیان گذاشتند. در نیمه دوم بارسلونا بازی را هجومی تر آغاز کرد و برای کسر برتری بیشتر تلاش نمود، اما راه به جایی نبرد تا اینکه در دقیقه 69 جرمن سانچز به دلیل خطا روی مسی کارت زرد دومش را دریافت کرد و از زمین بازی اخراج گردید تا تیم مهمان کار را ده نفره دنبال کند، که تای آن لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی از این فرصت بهره برد و در یک حرکت غافلگیرانه از آرتورو ویدال به شکل زیبا پاس دریافت کرد و توپ را در گوشه دروازه جای داد تا برتری بارسا با همان گل قطعی شود. با این برتری بارسلونا 43 امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر دوباره صدر جدول را از ریال مادرید گرفت و گرانادا با 27 امتیاز همچنان در جایگاه دهم باقی ماند. حالا هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کشور. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 2 پول، یک یورو واحد پولی اروپا 85 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول، هزار روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 486 افغانی. پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. مزار شریف برفی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین آن منفی 1. کابل برفی، بلندترین درجه حرارت منفی 2، پایین ترین آن منفی 7. سرپل برفی، بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین ترین آن منفی 5. میمنه برفی، بلندترین درجه حرارت منفی 0، پایین ترین آن منفی 2. فیض‌آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین آن 3. طالقان برفی، بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین ترین آن منفی 4. کندز ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین آن 1. پلخمری ابری، بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین ترین آن منفی 8.
شبرغان برفی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین آن 1. ایبک برفی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین آن منفی 1. این بود تازه‌ترین رویدادهای خبری که تقدیمتان شد. از همراهیتان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.